خانه هایی با شیروانی سفالی نارنجی، دیوارهای سبز خزبسته، درختان و سوار قامت افراشته که با آبی آسمان میرسند، این تعریف ابتدایی اما نوستالژیک برای فردی است که در پهنه خرم و بهشتگونه گیلان زاده شده و چه تعریف نزدیکی به سوی بیرونی نقاشی های استاد حسین محجوبی. حسین محجوبی متولد لاهیجان از مهمترین نقاشان نوگرای ایران است که در 70 سال گذشته به نقاشی از طبیعت پرداخته. سیمای او را می توان در نقاشی هایش یافت. نقاشی های چشم نواز، آرام و دلنشین با تصاویری بدی و زیبا از سرزمین مادریش گیلان، با درختانی سر بر فلک کشیده و خانه های گالی پوش و اسب‌های سفید. زندگی در فضای سرسبز و مفرح گیلان نقش مهمی در علاقه‌مندی او به نقاشی از طبیعت داشته. در نقاشی نوگرای ایران، نقاشانی مانند سهراب سپهری، ابوالقاسم سعیدی، داوود امدادیان و حسین محجوبی از جمله نقاشانی هستند که هر یک بر اساس جهانبینی خود به نقاشی از طبیعت پرداخته و قطعه‌هایی ماندگار از هنر ایران را به یادگار گذاشتند. در این بین، محجوبی رویکردش در نمایش طبیعت به تماشا گذاشتن زیبایی‌ها و تأکید بر نفی خشونت، تخریب و تباهی است. حسین محجوبی در 1309 به دنیا آمد. تا 20 سالگی در لاهیجان زندگی کرد. در نوجوانی پنهانی و دور از چشم پدرش از لاهیجان به رش می آمد و سری به مغازه سید محمد حبیب محمدی می زد و از پشت شیشه مغازه نقاشی های حبیب محمدی و کار کردن او را تماشا می کرد. حبیب محمدی از نقاشانی بود که در روسیه درس خوانده بود و علاوه بر کشیدن تابلوهای سر در مغازه های رش تدریس هم می کرد. او معلم بهمن مؤسس و آیدین آقداشلو بود. محجوبی در همینجا با بهمن مؤسس که همسن او بود آشنا می شود که در مغازه حبیب محمدی مشغول آموختن نقاشی بود. مدرسه صنایع مستظرفه که به دست کمال‌الملک تأسیس گردید مقدمه‌ای بر تأسیس هنرکده دانشگاه تهران در سال 1319 شد. در 1328 هنرکده به دانشکده هنرهای زیبا تغییر نام یافت. سال 1328 سال مهمی است برای اینکه در همین سال اولین گالری حرفه‌ای به نام آپادانا توسط محمود جوادی پور، حسین کاظمی و هوشنگ آجودانی در تهران تأسیس شد و در همین سال است که جلیل ضیاپور انجمن و مجله خروسجنگی را در تهران بنیان گذاشت. یک سال بعد یعنی در سال 1329 حسین محجوبی برای تحصیل به دبیرستان البرز در تهران رفت. البرز قبلا کالج آمریکایی ها بود که تا سال 1319 توسط دکتر جردن آمریکایی اداره می شد. حسین محجوبی آمدنش به تهران و تحصیل در البرز را مدیون همشری و دوست پدرش دکتر محمد علی مجتهدی گیلانی است. مجتهدی مدیر وقت دبیرستان، رئیس دانشگاه ملی ایران، رئیس دانشکده صنعتی پلی‌تکنیک تهران و پایه‌گذار دانشگاه صنعتی شریف بود که تا آخر عمر با حسین محجوبی دوستی و نزدیکی صمیمانه‌ای داشت. حسین محجوبی در سال 1333 یعنی 5 سال بعد از تأسیس دانشکده هنرهای زیبا در کنکور قبول و برای تحصیل به این دانشکده وارد شد. در سال 1338 در رشته نقاشی با درجه عالی فارغ التحصیل شد و برای پروژه پایان تحصیلات دانشگاه اثر سیاسی کشید. اسم تابلو بدبختان بود که آدمهای بیچاره و فقیر را کشیده بود. در وسط تابلو یک آدم فقیر که تصادف کرده بود را می‌بینیم که چند نفر دورش جمع شدند و همه فقیر و بیچاره و دردمند که کاری از دستشان بر نمی‌آید. در 1335 در نمایشگاه نقاشان مقیم تهران که با حضور نقاشان ایرانی و آمریکایی برگزار شد شرکت کرد و 3 جایزه در رشته‌های آبرنگ و رنگ روغن را دریافت کرد که این اولین قدم در معرفی او به جامعه هنری ایران بود. او همچنین در سال 1357 برنده جایزه ویژه برای نقاشی‌های کتاب افسانه باران شد که درباره نبرد تیشتر با اپوش است و شاید کمتر کسی بداند که او در همین سال نامزد جایزه بین‌المللی کتاب کودک هانس کریستیان اندرسون شد. محجوبی طراح پارک ساییس. او که بیش از 12 سال رئیس دفتر فنی سازمان پارک‌های تهران بوده است، در طراحی و اجرای پارک‌های تهران نقش موثری داشته است که از علاقه‌مندی او به طبیعت و درختان حکایت دارد. حسین محجوبی عاشق و شیدای طبیعت، حیوانات و آدم‌ها، بری از هر گونه تیرگی و آری از هر تلخی و پلیدی، همچون بوم‌های نقاشی‌هایش رنگین کمانی از نور و رنگ و وجد و سرور است. نقاشی که نگرانیش برای آینده زمین او را وادار به نقاشی می کند تا تلنگری بر اذهان خوابیده مردمانی باشد که از آینده هولناک این جهان بیمناک نیستند.